سیزده خرداد همون روزی است که امام بزرگوار اون سخنرانی معروف رو عصر روز عاشورا در مدرسه فیضیه ایراد کردند. روز عاشورا در اون سال یعنی سال 42 روز 13 خرداد بود و سخنرانی معروف امام موج بزرگی رو در سراسر ایران به وجود آورد. اساس تفکر امام در نهضت اسلامی و بعد در ادامه در انقلاب اسلامی بر مبنای مردم بود. ایشون آگاهی مردم اولین رکن اساسی رو برای نهضت و انقلاب می دونستن. آماده شدن مردم برای حرکت عمومی و سپس قیام همگانی، این رو مسیر و حرکت نهضت اسلامی تا رسیدن به مقصد و پیروزی می دانستن. شاید بسیاری از مردم مطلع باشند که اساساً امام در نهضت اسلامی دنبال جنگ مسلحانه، دنبال جنگ چریکی نبود و اونها را راه حل‌های اساسی نمی دانست و راه حلی که مد نظر امام بود حرکت مردم، جوشش مردم، همفکر شدن مردم با مسیر نهضت و حرکت انقلاب اسلامی بود. و لذا ما می‌بینیم که در 13 خرداد آغاز یک موج بسیار بزرگ در نهضت اسلامی بود. البته این 13 خرداد سال 42 هست. در سال 68 هم 13 خرداد روزی بود که در تاریخ ما به عنوان روز رحلت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ثبت شد و همون 13 خرداد بود که عصر دیگه حال امام حال مساعدی نبود و شب ساعت 10:20 روح ایشان پرواز کرد. 14 خرداد روز بسیار غم‌انگیزی بود. صبح اون روز و عصر اون روز شرایط جدیدی رو ایجاد کرد. یکی از روزهای بسیار تاریخ ساز ما 14 خرداد سال 68 هست. خب صبح 14 خرداد صبحی بود که مردم مطلع شدند که امام رحلت فرمودند. غم سراسر کشور ما رو فرا گرفت. اشک از گونه های مردم سرازیر بود. اما علارغم اون غم و سوگ بزرگی که مردم باش مواجه شده بودند، یک متانت و طمأنینه و سکینه و وقاری رو خداوند بر قلوب مردم حاکم کرده بود. قاعدش اینه توی یک کشوری که کسی رهبر انقلاب هست، بنیانگذار یک نظام هست، وقتی از دنیا میره تصور اینه که به هم بریزه، آشوب بشه، ناامنی بشه. سراسر کشور آرام بود. این آرامش 14 خرداد 68 از عجایب تاریخ انقلاب اسلامی است و این نشون میده که مردم ما چقدر با عظمت بوده. اونم شرایطی که هنوز ما با عراق به یک آتش بس واقعی نرسیده بودیم. حالا البته آتش بس شده بود از سال 67، از آخر مرداد 67، اما در این حال نیروهای عراقی سر مرز بودن، نیروهای ما سر مرز بودن و همون روز ما احتمالاتی میدادیم. اما همه کشور آرام بود. هیچ جا ما ندیدیم که بدخواهان
نفوذی پیدا کنن، کاری انجام بدن، غرب کشور، شرق کشور، یه کسی، یه جمعی بلندشن، کاری انجام بدن. همه فقط آه بود و حسرت بود و عشق بود در ماتم حضرت امام. و این روز روز بسیار عجیبی بود، 14 خرداد در تاریخ کشور ما. خب حالا عصرش هم که معلوم در مجلس خبرگان رهبری تصمیم بسیار مهم و تاریخ سازی انجام شد، اون هم به هر حال هدایت‌های قبلی امام راحل تأثیر داشت و لطف و عنایت خداوند که اصل مسئله بود. چون قبل از رأی‌گیری نهایی برای مقام معظم رهبری به عنوان رهبر انقلاب، تو تنفس همه بحث‌ها این بود که این شورای رهبری چند نفر باشه. خود من تو اون لحظات خدمت مقام معظم رهبری بودم، تو همین بیرون سالون مجلس سابق، که مجلس شورای اسلامی سابق، که خب خبرگان هم همین الان هم تو اونجا بر قرار میشه. ساعت تنفس بیرون ما بودیم خدمتشون صحبت میکردیم. یکی از بحثا این بود که این شورای رهبری 3 نفر باشه، 5 نفر باشه، چون بحثا این بود. یعنی بیشتر ذهنها و فکرها این بود که حالا 3 نفر، 5 نفر به عنوان شورای رهبری انتخاب میشن. و وقتی تنفس تمام شد و برگشتند و در مجلس خبرگان بحث شد و رأی گیری شد و شورایی رأی نیاورد، یک نقطه جدیدی بود 2 مرتبه در تاریخ سیاسی کشور ما. حالا شورایی رأی نیاورده، خبرگان باید روی یه فردی به نتیجه برسه، اجماع بکنه، حالا لااقل 2/3 رأی میخواد در رأی گیری. خب این کار در یک زمان کوتاهی انجام شد و قبل از اینکه آفتاب غروب بکنه ایران دارای رهبر جدید شد. موقع اذان مغرب به همه جا اعلام شد. اون شب خبرگان با امامت مقام معظم رهبری نماز جماعت مغرب و عشا رو برپا کردند و ایشون امامت کردند. هیچ کس فکر نمی کرد که شب قبل امام رحلت فرموده، در کمتر از 24 ساعت رهبر بعدی پرچم رو بردوش گرفته و مسئولیت رو بردوش گرفته. به نظر من 14 خرداد از اون روزهای بسیار مهم و سرنوشت ساز تاریخی ما هست. حالا 15 خرداد سال 42 هم سر جای خودش بسیار مهم بود. امام رو دستگیر کرده بودند شب 15 خرداد و از قم آورده بودند تهران و ایشون رو در همون روز اول به انفرادی منتقل کرده بودند. خب تو اون شرایط اگر قیام مردم نبود، اگر قیام مردم قم نبود، قیام مردم تهران نبود، قیام مردم ورامین نبود، قیام مردم بسیاری از شهرها در سراسر کشور نبود، معلوم نبود سرنوشت نهضت چی میشه، سرنوشت انقلاب چی میشه، نسبت به امام چه تصمیماتی رو اتخاذ میکنن. و اون روز همون طلوع آفتاب که مردم قم مطلع شده بودند، از سراسر قم جمعیت به سمت صحن حضرت معصومه علیها السلام حرکت کرد، پر جمعیت شد. اونجا بعضی از مراجع آمدند، مرحوم حاج آقا مصطفی فرزند امام آمد اونجا، بعضی ها سخنرانی کردند و هیجان وقتی به وجود آمد که زنهای قم چادر به کمر بسته، شمشیر به دست وارد صحن شدند. این جمعیت زنان با اون هیجان، با اون شعار که یا مرگ یا خمینی و وارد صحن شدند، اصلا یک شور عجیبی به وجود آورد و بی اختیار این مردم از درب قبله صحن، درب جنوبی صحن، همه خارج شدند به سمت خیابان تهران. و اینکه امام رو بردن تهران، ما باید بریم تهران
و امام رو برگردونیم. این جمعیت عظیم موج زد در خیابون که حالا اون وقت اسمش خیابون تهران بود و خب اونجا مواجه شدن این جمعیت مردم در برابر سلاح دشخیمان تیراندازی شد. مردم زیادی اونجا مجروح شدن، عده‌ای کشته شدن. من خودم شاهد یک جوان حدود 20 ساله بغل دست خودم بودم که گلوله به پیشونیش خورد و ما جنازهش رو با چند نفر بردیم در کوچه بغل. خب این موج عظیم و بزرگی که در قم بود، این موج عظیمتری که در تهران بود، در پیشوای ورامین بود، همه جا این حرکت به وجود آمد. 15 خرداد نشون داد که ملت زنده است. 15 خرداد نشون داد که ملت در برابر ظلم و ستم سرفرود نمیاره. 15 خرداد نشون داد که مرجعیت زنده است، رهبری انقلاب زنده است. و خب کارهای بعدی که به هر حال انجام شد در تاریخ، این سه روز بسیار مهم در تاریخ انقلاب ما هست. خب امام از آغاز با مردم نهضت خودش رو شروع کرد، مردم بیدار کرد، مردم به حرکت در آورد و با مردم این نهضت و انقلاب رو پیش برد. همه جا هم گره اصلی را به دست مردم او هدایت کرد، اما با دست مردم گره ها باز شد. شما ببینید کدام انقلاب در تاریخ هست که بعد از 47 روز بعد از پیروزی انقلاب مردم پای صندوق آرا بیان. صندوق نتیجه و دستاورد مهم انقلاب اسلامی و انقلاب مشروطه است. تو انقلاب مشروطه هم یکی از دستاوردهای مهم صندوق بود دیگه. حالا ما مجالس اولیه مشروطه رو میبینیم که انتخابات بود، مردم پای صندوق می آمدن، یک شخصیتی مثل شهید مدرس انتخاب می شد به عنوان نفر اول، اون جایگاهی که ایشون داشت. حالا بعدها البته به انحراف کشیده شد، ولی یکی از ثمرات مهم نهضت مشروطه و انقلاب مشروطه همین صندوق بود، انتخابات بود. مردم پای صندوق بیان، انتخابات کنن، نمایندگانشون رو انتخاب کنن، اون وقت به نام مجلس شورای ملی بفرستن. تو انقلاب اسلامی هم یکی از ثمرات مهم صندوق بود، مردم بیان پای صندوق. راه حلی که امام داد برای اداره کشور، راه حل از طریق انتخابات و از طریق مردم بود. میزان رأی ملت است، این شعار اصلی امام بود. ما نباید از امام فاصله بگیریم، ما باید به امام نزدیک شیم، روز به روز باید نزدیک تر شیم. ما نباید بگذاریم سیر قهقرایی یک وقتی خدای ناکرده اتفاق در اداره کشور داشته باشند. این نظریه امام بود، بر همین نظریه هم ایشون جمهوری اسلامی ایران را بنیانگذاری کرد. به همین دلیل هم خیلی ها مخالف بودن، میگفتن آقا الان که موقع انتخابات نیست، الان که موقع همه پرسی نیست، الان که موقع رأی گیری نیست. 22 بهمن 57 انقلاب پیروز شد، 10 فروردین سال 58 یعنی 47 روز بعد از انقلاب مردم رفتن پای صندوق آرا. 10 فروردین، 11 فروردین همه پرسی در سراسر کشور. حالا بعضیا که از کلمه همه پرسی خیلی خوششون نمیاد، اساس نهضت ما و نظام ما از همه پرسی شروع شده. با همه پرسی بود که نظام جمهوری اسلامی ایران مورد تایید و تصویب قاطبه مردم، بیش از 98% مردم قرار گرفت. و این کدام نهضت و انقلاب هست که در یک سال 5 انتخابات مهم، حالا
همه پرسی و انتخابات، حالا این رو هم بگیم کنار انتخابات، دو بار مردم در همه پرسی شرکت کردند، سه بار مردم در انتخابات شرکت کردند. یک بار شرکت کردند در همه پرسی برای نظام جمهوری اسلامی ایران، یک بار هم در همه پرسی شرکت کردند بعد از نهایی شدن قانون اساسی، همه پرسی قانون اساسی. سه بار هم انتخابات شد در همون سال اول، انتخابات اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی، اون خبرگان اول، انتخابات برای ریاست جمهوری و انتخابات برای مجلس شورای اسلامی، اونم تو اسفند همون سال بود، یعنی اولیش فروردین بود، آخریش هم ماه اسفند بود. پنج حضور مردم پای صندوق آرا خوی انقلاب نشون میده که ذاتش چی هست. انقلابی که سال اول پنج بار مردم رو دعوت میکنه پای صندوق، امام میخواد بگه راه ما اینه، مسیر ما اینه، اداره مردم از این طریقه، با آرای مردمه. اگر خدای ناکرده ما از این مسیر امام، از این راه امام، که این راه همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری هم بوده، ایشون همواره تأکید کردن به حضور مردم، همواره تأکید کردن به حضور اکثریت پای صندوق آرا، پس این خط خطی است که ادامه داره، این راه راهی است که ادامه داره. نکنه یه وقتی روی نادانی یه فردی بگه مهم نیست، حالا کم بیان رأی بدن، زیاد بیان رأی بدن، این که مهم نیست. مهمترین مسئله رو یه نفر بگه مهم نیست، این مهمترین مسئله ماست، صندوق مهمترین مسئله ماست، انتخابات مهمترین مسئله ماست. همه ما باید کاری بکنیم که مردم ما با راحتی، با امید، با نشاط بیان پای صندوق آرا و رأی بدن، رأی بدن به اسلحه، نه اسلحه از لحاظ فرد که این فرد اسلحه، حتی از لحاظ برنامه اسلحه باشه، حتی از لحاظ استراتژی اسلحه باشه. میخوان بهترین فرد بیاد این بار مسئولیت سنگین رو بردوش بگیره و کار رو پیش ببره. من اینجا نمیخوام نطق خداحافظی انجام بدم، حالا هنوز انشاءالله خدا به ما توفیق بده، دو ماه دیگه در خدمت مردم هستیم، اون به موقعش من خواهم گفت حرفایی که باید گفته بشه. اگر یک دولت قوی با پشتوانه آراء قوی مردم، با شعار و استراتژی روشن با جهان در این کشور روی کار نبود، گذراندن 3.5 سال جنگ تمام عیار اقتصادی به مراتب سخت‌تر از اون بود که گذشت. بله الان هم سخت بود، جنگ اقتصادی جنگ سختی بود، اما تدبیر این دولت کاری کرد که ترامپ نتونست خودش رو از انزوا و تنهایی نجات بده. ترامپ از برجام خارج شد برخلاف عهدش، آمد بیرون، اما تنها موند. همین یه دوتا مثل رژیم صهیونیستی نامشروع، یکی دوتا از این کشورهای مرتجع، اینا دورش بودن، هیچ که نیامد کنارش. حتی متحدین سنتی آمریکا هم کنارش قرار نگرفتن. چرا از پیروزی سیاسی ملت ایران در طول سال 97 و 98 و 99 کمتر صحبت میشه؟ چرا از شکست ترامپ کمتر صحبت میشه؟ بارها ترامپ آمد تو شورای امنیت و شکست خورد، خودش آمد نشست به عنوان رئیس جلسه شورای امنیت و شکست خورد، رفت اسنپ بک به قول خودشون عمل کنه، شکست خورد، رفت جلوه
رفع تحریم تسلیحاتی ایران بگیره، شکست خورد. همه کشورها تقریبا به استثنای اون چند کشور ترامپ رو تقبیح یا محکوم کردن به خاطر خروجش از ترامپ. این چی بود؟ بر چه مبنایی بود؟ اگر توان این دولت نبود برای اقناع افکار عمومی جهان، برای اقناع سیاستمداران جهان، برای سران جهان، یه همچون چیزی اتفاق می افتاد؟ یه همچون واقعی رو مشاهد بودیم؟ این یکی از افتخارات بزرگ تاریخ ایران. من فکر نمی کنم در تاریخ سابقه داشته باشه ایران در برابر آمریکا در مساف سازمان ملل روبروی هم قرار گرفته باشند برای سه بار، چهار بار، هر چند بار شکست خورده باشه آمریکا و چند بار در مساف دادگاه بین المللی قرار گرفته باشند و هر چند بار آمریکا شکست بخوره در دادگاه بین المللی لاهه. چرا اینا گفته نمیشه؟ چرا بیان نمیشه؟ چرا نمیان بگن در تاریخ ایران این پیروزی های ملت بزرگ ایران کم نظیر بوده و شکست آمریکا کم نظیر بوده؟ خب حالا الان ما میگیم الحمدلله به یک نقاط خوبی رسیدیم بعد این 8 سال. همه امروز از تعامل سازنده افتخار میکنن. هیچ که نیست که بگه خوب نیست تعامل سازنده. هیچ که از تقابل با دنیا استقبال نمیکنه الحمدلله. امروز همه بحث مذاکره میکنن. تو بعضیا میگن ما بیاییم بهتر مذاکره میکنیم. الحمدلله، پس مذاکره رو قبول کردید. پس قبول کردید مذاکره رو. میگید ما بیاییم ما بهتر مذاکره میکنیم. اهلا و سهلا، شما تشریف بیارید. ما بر ما اون مهم نبود. مهم این بود که بفهمید راه مذاکره است. بفهمید راه تعامل با جهانه. این مهم بود و این الحمدلله تو این 8 سال فهمیدید. ما به یک دستاوردهای بزرگی در این 8 سال رسیدیم. ما به عقب بر نمیگردیم. ما به یک نقطه هایی رسیدیم هیچ که نمیتونه به عقب برگرده. امروز هیچ که نمیتونه بگه برجام بده. میتونه بگه بیاد بگه برجام بده. امروز همه کشور دنبال اینیم که برگردیم. یعنی ما که البته بودیم تو برجام، حالا یه خورده آمدیم عقب به خاطر خیانتهای آمریکا بود. آمریکا میگه من میخوام برگردم، 4+1 میگه همه برگردیم، ایران میگه برگردیم، همه یه حرف میزنیم. امروز بعد 8 سال فکر ما یکی شده. ممکنه باز هم تو شیوه های اختلاف نظرهایی داشته باشیم، توی مسائل مهمی به نظر واحد رسیدیم و این پیروزی بزرگ برای ملت ایرانه. خب چرا آمریکا آمد ایستاد که تحریم 100%، جنگ اقتصادی؟ مگه نمیخواست این نظام سرنگون؟ خب برای چی این کاری کرد؟ سریع گفتن ما آمدیم این کار بکنیم که این نظام سرنگون بکنیم. تونستن؟ نتونستن. گفتن 3 ماه؟ نشد. گفتن صبر کنید 4 ماه؟ نشد. گفتن 6 ماه؟ نشد. بعد از 6 ماه چیکار کردن؟ خودشون آمدن دنبال مذاکره. ترامپ آدم فرستاد. ترامپ یکی از مسئولین مهم منطقه شرق جهان رو فرستاد خدمت مقام معظم رهبری، فرستاد ایران. مگه نکرد این کار رو؟ ترامپ فرستاد دیگه. ترامپ تقاضای مذاکره کرد دیگه. 10 ها بار از من تقاضای مذاکره کرد، از طرق مختلف، اروپا و غیر اروپا، کشورهای منطقه و غیر منطقه. این به معنی شکست نبود. اگر آمریکا پیروز شده که خب نیاز به این نداره که هی التماس کنه برای مذاکره، که خب پیروز شده تمام شده دیگه، یه ما دیگه صبر میکنه، به قول خودشون نظام جمهوری اسلامی رو از بین میره، تمام میشه، فرش قرمز پهن میکنن برای اینکه اونها از واشنگتن بیان وارد تهران بشن دیگه. چرا شکست خوردن؟ آگاهی مردم ما، بیداری مردم ما، صبر مردم ما، استقامت مردم ما، مقاومت مردم ما. 4 سال مردم صبر کردن. این که شما میبینید امروز در وین مذاکرات ما به خوبی پیش میره، این مال صبر مردمه. بفهمند همه.
پیروزی ما در سایه ایستادگی ملت ایرانه، مقاومت ملت ایرانه، تدبیر دولت، راهنمایی مقام معظم رهبری و ارشاد ایشانه. همینجوری که به دست نمیاد، مجانی که پیروزی به دست نمیاد، بهای سنگین باید پرداخت بشه. بهای سنگینی پرداخت شد، اما در این حال قدم به قدم دولت هم در کنار مردم تدبیر کرد. اینا میگفتن ما 97 که وقتی فشار رو شروع بکنیم، که شروع کردن از اردیبهشت 97، گفتن تو 98 دیگه اینا پول ندارن که، ناچارن برن از بانک مرکزی استقراض کنن. وقتی که استقراض کردن یعنی تورم، وقتی که تورم یعنی ادامه اون، همون که بعضی از اقتصاددانهای داخل ایران هم تو روزنامه ها مینوشتن، میگن 90، میگفتن 98 تورم سه رقمی میشه. اونا هم بر محاسبات ظاهری حساب میکردن. چرا نشد؟ چون دولت برای بودجه خودش یک ریال از بانک مرکزی نگرفت. دولت برای بودجه خودش یک ریال از پایه پولی استفاده نکرد. این کار عظیم و بزرگ اقتصادی دولت در سال 98 و 99 هست و همچنین امسال. بله خب درآمدهای مالیاتی ما افزایش پیدا کرد، بعد یه راه از این راه ما وارد شدیم، سهام دولتی رو بردیم به بازار عرضه کردیم، این یک راه تامین بودجه ما بود. اوراق رو آوردیم منتشر کردیم، انتشار اوراق یک راه دیگر بود. صرفه‌جویی کردیم در بودجه، یک راه دیگر بود. ما نرفتیم از بانک مرکزی استقراض کنیم، نرفتیم از پایه پولی بگیریم، اوراق منتشر کردیم. بهترین شیوه همین اوراق بود که بعدش اخیرا مقام معظم رهبری هم در یکی از بیاناتشون به همین مسئله اوراق اشاره فرمودن. خب اگر تدبیر دولت نبود، یک روز شد که ما در کالای اساسی در اینجا نایاب بشه بازار، بگن آقا دارو نیست، نون نیست، نمیدونم گوشت نیست، نمی روغن نیست، چه میدونم همه کالاهایی که مورد نیاز روزمره مردم، برن ببینن تو بازار نیستی چی. حتی در زمان کرونا، حتی در روز سختی، حتی در روزی که همه مبادلات ما با کشورهای همسایه قطع شد، ما شرایط ما همچون شرایطی بود. چجوری تونستیم کشور رو اداره کنیم؟ کشور اینجوری اداره کردیم، امروز شدیم صادر کننده بنزین، بزرگترین صادر کننده بنزین در منطقه. چجوری ما موفق شدیم؟ امروز شدیم صادر کننده ریل. یک عمر برای راهنمون ریل از خارج می خریدیم، امروز ریل در داخل تولید میکنیم، میتونیم این ریل رو حتی صادر بکنیم. این کار ملت دیگه، این کار مردمه. دولتم که ما میگیم، دولتم به معنی نوکر مردم، به معنی خادم مردم، در کنار مردمه. چطور شد که امروز تو همین 99، تو همین 1400، تو همین دو ماه اول، تو این دو ماه اول امسال، تو این سختی، ما پولی که پرداخت کردیم برای بودجه عمرانی و آبادانی کشور بیش از 5 برابر دو ماهه پارساله؟ یعنی پارسال فروردین اردیبهشت، امسال فروردین اردیبهشت، پارسال حدود 700 هزار میلیارد تومان پول داده بودیم تو دو ماه، الان بیش از 4000 میلیارد تومان پول دادیم. خب این نشون میده که این ملت زنده است، این ملت ایستاده مقاومت داره میکنه. تو این 700 میلیارد این 4، خب این چیزی که ما امروز میبینیم در جامعه ما، که 4000 میلیارد تومان در دو ماهه اول امسال داریم پرداخت میکنیم و پارسال در صادرات داره، وقتی دیدن دلارش رو یه جوری تعمیم میکنه، وقتی دیدن ریالش رو تعمیم میکنه، وقتی دیدن مردم علارغم این که جنس گرونه، البته جنس هست، وفور، تأمین کالا یک مسئله است،
رسوندن کالا به بازار یک مسئله است، قیمت یک مسئله. ما اون دوتا را نذاشتیم دست بخوره. البته قیمت خب نمیشد دیگه، ما دلمون میخواست که کنترل بیشتری بشه، بتونیم با قیمت کمتری اجناس در اختیار مردم بذاریم. شما الان ببینید تو همین صنایع ما، تو کشاورزی ما، الان حرکت هایی که شما میبینید تو صنعت ما امروز، وضع ما چیه تو نسبت به پارسال، نسبت به پیارسال. تو صنایع مربوط به لوازم خانگی الان بیش از 70% داخلی تولید میشه، داریم به سمت خودکفایی داریم حرکت میکنیم و میریم. خب همه اینا که خارجی ها مطلعن، آمریکایی ها مطلعن، دیدن نمیشه با ایران، نمیشه، باید تسلیم بشن. و لذا دقت کنید به این نکته، و لذا ماها قبل آقای بایدن در تبلیغات انتخاباتیش رسما اعلام کرد که اگر من پیروز شم به برجام برمیگردم. چون بعضی ها هستن که فکر میکنن مثلا اخیراً یه چیزی تو عالم رخ داده، نه، این آقا خودش وقتی که تو انتخابات بود به صراحت گفت اگر من پیروز شم به برجام برمیگردم، و بازم تکرار کرد و مسئولین دیگر هم تکرار کردن. و زمان این رو گفت که تنگاتنگ با رقیبش داشت مبارزه میکرد، معلوم نظرش این بوده که ملت آمریکا هم همینه میخوان، ولی اگر این نبود که نمیگفت که خودکشی که نمیکرد. و چون ملت آمریکا رأی بیشتر دادن به آقای بایدن، معلوم ملت آمریکا هم ترامپ رو محکوم کردن. ملت آمریکا هم فهمیده راه تعامله. چه چیز جالبی شد، هم در داخل معلوم شد راه تعامله، هم آمریکایی‌ها فهمیدن راه تعامله. همه فهمیدن راه اینه که بنشینیم، حرف بزنیم، مذاکره کنیم، و لذا آمدن وین پای میز مذاکره. و امروز الحمدلله ما می‌بینیم مسائل اصلی ما با آمریکایی‌ها در این مذاکرات حل و فصل شده. حالا یه چند تا مسئله هم باقی مونده، اونا هم به هر حال مذاکره میکنیم، به نتیجه میرسونیم. اگر اراده بر این باشه که در این دولت این کار انجام بشه، این دولت این کار را انجام داده است. فعل ماضی من به کار میبرم، فعل مضارع نداریم ما. ما کارمون را انجام داده ایم و تمام کردیم. اون قولی که ما به ملت ایران دادیم در تحریم، به قولمون وفادار موندیم. یک بار تحریم را شکاندیم در سال 94، یک بارم در 1400 ما کارمون انجام دادیم. حالا تشریفات کار میگن مثلا چه جوری باشه، هر جوری هست مهم نیست، ولی ما کارمون انجام دادیم. در کرونا هم به مردم قول دادیم، گفتیم کرونا رو تا پایان این دولت مهار میکنیم. البته من دست همه مدافعین سلامت رو میبوسم، البته کار بزرگ بر دوش اونها بوده، البته کار بزرگ بر دوش کل ملت ایران بوده، همکاری کردن همه که به اینجا رسیدیم. اما در مسئله کرونا از قله به سمت سرازیری در حال حرکت هستیم. با ادامه واکسیناسیون در کشور که انشاءالله روز به روز شرایط بهتری رو در هفته های آینده پیش روی ما هست و انجام میدیم، ما این بیماری رو، این ویروس رو پایان دولت موقع تحویل مهار شده، تحویل دولت بعد انشالله خواهیم داد. واکسن هم انشالله در کشور در همین تولید داخلی ما انشالله با یک حرکت بسیار خوب ما شاهد یک تحول بزرگ در این زمینه خواهیم بود. این کار بزرگ الحمدلله هم در تحریم هم در واکسن که قول ما بود انجام گرفت. و نکته آخر، یک علامتی که ما دادیم به دنیا و به آقای ترامپ و دیگران، افتتاهای پنجشنبه ما بود، کمر اینها رو شکوند. دیدن علارغم این همه فشار ما در یک روز گاهی ده ها
ها هزار میلیارد تومان طرح و پروژه افتتاح میکنیم، چند صد، گاهی بیش از چند صد طرح و پروژه افتتاح میشه تو بخشای مختلف. این هفته هم باز ما افتتاح داریم، همین پنجشنبه فردا هم افتتاح داریم، افتتاح در بخش کشاورزی داریم، 20 هزار هکتار زهکشی جدید رو افتتاح خواهیم کرد، بیش از 1600 طرح و پروژه گلخانه ای رو افتتاح خواهیم کرد. ما هر هفته، حالا از هفته آینده دیگه تنها پنجشنبه های افتتاح نیست، دوشنبه های افتتاح هم به کمک میاد، دوشنبه های افتتاح، پنجشنبه های افتتاح، تا بفهمند آمریکایی‌ها، تا بفهمند بدخواهان ایران استوار در مسیر تولید ایستاده، فرمان جهش تولید را اجرایی و عملیاتی میکنه و پیش میبره و ما انشاءالله شاهد پروژه های بسیار متعدد تا آخرین هفته، انشاءالله آخرین اگر زنده موندیم، وعده ما پنجشنبه روز عید قدیر خم است، پنجشنبه روز عید قدیر خم که روزهای پایانی دولت دوازدهم است، باز هم افتتاح خواهیم داشت و انشاءالله آخرین افتتاح. و همه این افتتاح ها نشون میده ما در مسیر زیرساخت ها، ما در مسیر تولید، ما در مسیر توسعه همچنان گام های استوار رو برخواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.